این صحنه ها هر روز و هر ساعت در خیابان های بغداد، دیالی، بصره و کرکوک تکرار می شود. تا به کی باید مادران عزادار بر سر مزار عزیزانشان سوگواری کنند؟ آیا کسی هست که زجه های آنها را بشنود و به سوالاتشان پاسخ دهد؟ زنم به چه گناهی کشته شد؟ سبب ویرانی های این مملکت کیه؟ چرا نمیتونیم حتی یک روز رو در آرامش بگذرونیم؟ کودکان بغداد محکوم به پرپر شدن با بمب های صادراتی آخوندها. اکنون دیگر هیچ کس از عراقیان نیست که نسبت به منشأ این جنایات ابهام داشته باشد. امروز مردمی که هزار هزار در بغداد و شهرهای سراسر عراق به خیابانها می آیند تا علیه آنچه که بر سر وطنشان آمده فریاد خشم و اعتراض سر بدهند، یک هدف و یک نقطه را نشان می دهند: رژیم ایران. وزارت دفاع آمریکا طی گزارشی درباره عراق آماری از تعداد قربانیان تروریسم منتشر کرده است. این آمار تنها شامل مشاهدات نیروهای آمریکایی است و بخش کوچکی از قربانیان تروریسم و خشونت در عراق را شامل می شود. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، در اثر انفجار بمب‌های ساخت محلی طی 5 سال گذشته 21 هزار شهروند عراقی کشته شدند و 68 هزار تن دیگر مجروح گردیدند. پنتاگون اعلام کرد بیشترین آمار قربانیان ناشی از انفجار بسته‌های انفجاری و خودروهای بمب‌گذاری شده و عملیات انتحاری متعلق به سال 2007 میباشند، به نحوی که در این سال 7295 نفر، یعنی روزانه معادل 20 نفر کشته شدند. او به من گفت: جنرال پتروس، شما باید بدانید که من قاسم سلیمانی سیاست ایران را در رابطه با عراق، لبنان، غزه و افغانستان کنترل می کنم. پتروس افسود: در حقیقت سفیر رژیم ایران در بغداد یک عضو سپاه قدس است. فردی که قرار است جای او بیاید هم یک عضو قدس است. بله، رژیم علاوه بر عراق از ارسال پول و مواد منفجره و تروریست به این کشورها، از لبنان و غزه تا افغانستان و هر جای دیگه فروگذار نمی کنه. در آن واحد هم به دولت افغانستان و هم به طالبان و سایر گروه ها پول و سلاح میده تا تنور کشتار رو اونجا گرم نگه داره. در لبنان هم دخالت‌های رژیم و شخص ولی فقیه از طریق حزب الله کاملاً از پرده بیرون افتاده و مخالفت خامنه‌ای با برگزاری دادگاه بین‌المللی قتل رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان در لاهه، نشان داد که رژیم و حزب الله در آن قتل دست داشتند. حزب الله برای به هم زدن جریان افشای عامل این قتل، وزرای خود را از مجلس لبنان بیرون کشید و دولت آن کشور را ساقط کرد و با روش‌های سیاسی نخست وزیر مورد نظر خود را به کرسی نشاند.